دوستان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، 28 ماه ژانویه 2019 میلادی. ببینم درست نوشتم؟ بله، اینجا میشه 28، میبینید شما؟ بله، و برابر است با دوشنبه 8 بهمن 1397، 11 روز دیگه مونده به روزی که مریم رجوی این بار از فرانسه و آلبانی میخواد انقلاب کنه. ببینیم چه دستگلی این بار به آب میدن. اون بار که کمک کردن، البته اینا تو زندان بودن، کمکی هم نکردن. بعد آمدند و اینها هم مثل آخوندها سوار بر موج انقلاب شدن و یکی یکی همدیگر رو زدند کنار. خب این از این. ببینیم که حالا روز 19 فراخان، یکی از دوستان گفت آقا این فراخان بوده، این خام بوده، و الا روز 19 چه کاری، چه ربطی به ایرانیا داره؟ اقلا 12 بود، 22 بود، نمیدونم، لابد اینم مثل آشورا بود. میگفتن 19 تاسوعاست، 21 آشوراست. نه نه نه، اون مال چیزه، ببخشید، اون مال ضربت خوردن حضرت علی بوده، ولی آشورا و نمیدونم یکی دیگه چی بود، 40 و اینا مال امام حسین بوده. بماند این آخوندهای پدر سوخته میاد تو تلویزیون میگه حضرت اینجوری کرد 2000 نفر مردن، یکی نیست بهش بگه خب قرم ساق، چرا امام حسین، حضرت علی این کارا رو انجام نمیدادن و اینجوری چپ و راست مثل برگ درخت انداختنشون پایین. میگه که من هم خدمتش رسیدم، مریم رجوی رو میگم. آقای زمانیان، لینک فیسبوکت رو این زیر بذار، اون عکسای قشنگی که درست میکنی به اصطلاح مردم بتونن بیان ببینن. و میگه که مدرسه پیرمردها، مدرسه پیرمردها منظورت اینجاست آقای خوشنودی؟ یا من بعضی وقتا به شوخی میگم مدرسه موشها. خب همینجوری که میبینید من نشستم در مجلس آمریکا، و مجلس آمریکا یه جایی هر کسی میتونه بره. بعضی وقتا میگن شما از قبل با تماس بگیرید ببینیم اون روز به اصطلاح وقت داریم یا نه، وقت بگیرید بهتر. این یک. و تبریک میگم به طرفداران آقای ترامپ، یک بار دیگه پیروزی بزرگی نصیب ترامپ شد. و بعد از 35 روز احمق همون کاری رو کرد که 35 روز قبل میتونست انجام بده. ولی خیلی جالبه، اینایی که طرفدار ترامپ هن بت پرست میشن، درست منو یاد شاه اللهیا، درست منو یاد حزب اللهیا میندازن، که هر کار اشتباهی هم اون انجام میده میگن نه این یک محسناتی داره، محسنات هم جمعه، یک حسنی داره که شما نمیفهمی، نمیفهمه که خودش نمیفهمه، میگه شما نمیفهمی. امروز یکی از این تلویزیونایی که طرفدار ترامپ گوش میدادم گفت ترامپ که کیوین نکرده. کیوین شما وقتی که تقریبا شکست میخوری میگن رفت تو غار، ما میگیم رفت تو سوراخش قایم شد، میگن کیوین. خود این همون روز قبلش همین بهش من کیوین نمیکنم، کیوین نمیکنم. بعد دو تا فرودگاه تقریبا تعطیل شد و اونایی که توی این برج مراقبت ها هستن گفتن به زودی ممکنه هواپیماها به هم برخورد کنن. خب اینم فهمید، اگه این هواپیما به هم برخورد کنن، کسی که آمده با حماقت 100% نشسته میگه من گاورمنت رو میبندم و من هم مسئولیتش رو به عهده میگیرم، بماند. تبریک میگیم به این، بذارید حالا که اونا دلشون خوشه بهشون تبریک بگیم، چون اگه تبریک نگیم میرن دنبال ببینن چجوری میتونن ضربه بزنن به آمریکا. بهتون تبریک میگیم، برنده شدید، همینجوری دلتون خوش باشه و از خوشی سنکوب کنید یا نکنید. خب یه تبریکی هم داریم به تیم این دوستمون تو برنامه قبلی، میگو وقتی که تیمهای ملی ایران برنده میشه مجاهدین، سازمان مجاهدین خوشحال نمیشن. متاسفانه دیدیم که، من نگاه نکردم ولی دیدیم که، یعنی شنیدم، ایران 0 ژاپن 3. یه دوستی دیروز با من تماس گرفت گفت آقا ماهواره داری؟ گفتم نه. گفت شانس آوردی؟ گفتم چرا؟ گفت اگه ماهواره داشتی میخواستم بیام باهات بشینم فوتبال نگاه کنم. گفتم من اصلا اینجا نیستم، من واشنگتن دارم کار میکنم و ماهواره لازم نداره، این روزا با تلفنم میتونی ببینی، بنویس
نمیدونم لایف ساکر 10 تا پروگرام برات باز میشه. بعضی هاشون میگه باید اپش رو بگیری، بعضی ها میگه باید به ما هم یک کمی از این اطلاعات تو کامپیوترت بدی و اینها. خلاصه آهان میگه این مدرسه و مکتب مجاهدین رو من میگم مدرسه پیرها. آقا مدرسه پیرها چی؟ الان که شده سازمان سالمندان و به اصطلاح شفاخانه، و شفا هم نمیده، شفاشو میره به مردم آلبانی میده، به این بیچاره ها با این همه کمبود اینا هی میگه با ما وفادار بمون، با ما وفادار بمون. و اما فوتبال ایران و ژاپن، متاسفانه ایران باخته، میگن دلیلش این بوده که بی احترامی کرده کردن به داورا، و داورا هی گفتم نگید شیر شیر سماور، هی حواله ندید به اونجای داور. بفهمید امروز نتیجهش رو دیدید. حالا بریم ببینیم که دوستان برای ما چی نوشتن. نوشتن که برنامه قبلی برنامه بسیار خوبی بود، این دوستان رو باز هم بیارید. چشم، بله همین نوشتن. چقدر راحت حرف میزد. اول که گفته بود میخواد 2 ساعت درد دل کنه، ما به اصطلاح باورمون نمیشد کسی بتونه به این سادگی صحبت کنه. بله وقتی که همون معروف که میگن سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، اینجوری اسمشون هست آقای عبدالرحمن محمدیان، و ما هم هر روز ویدیو ایشون را از تلویزیون مردم از امروز تا هفته آینده دوشنبه پخش میکنیم. روی یوتیوب خواهد بود، روی فیسبوک هم تا موقعی که فیسبوک بر نداره اونجا هم خواهد بود. و اما درباره بت و بت‌سازی و ترامپ و شاه و شاه الله و حزب الله گفتیم، امروز دیدم که این دوست ما آقای شاهین فاتحی آمده بود یه نوشته ای رو نوشته بود، بعد دوستان آمده بودن زیرش کامنت گذاشته بودن. در یکی از این کامنت ها نوشته بود که ببینید چه شاهی داشتیم. وقتی که هواپیمای شاهین رو سوار شد آمد رسید به مصر، اونجا زد سر دوش این خلبان، گفت ببین این هواپیما متعلق به مردم ایرانه، برش گردون به اونجا. آقا نکنید این کارو. اینا رو آخونده استفاده میکنن، میگن ببینید بابا آخونده رفتن خانواده شاه رو ببرن دادگاه، خواستن خود شاه رو به عنوان دزد هواپیما دستگیر کنن. این زاهدی نادان یا بیچاره با همه نادانیش به شاه گفت آقا این هواپیما رو بده، تو حریف این آخوندان نمیشی. و شاه اون موقع بود که هواپیما رو داد، حالا اینو شما داشته باش. خانمش این گدا، واقعا فرح گدا، میگن فرح دیبا، فرح گدا بگی بهتر، شیرازی ها میگن گدا، کدومش درسته؟ یکی تو به اصطلاح لغتنامه پیدا کنه گدا درسته یا گدا درسته. در هر صورت این خانم فرح دیبا گدا دعوا با این شاه بیمار که داره میمیره، پاش لب گوره، چرا این هواپیما رو پس دادی؟ دیدی بهت گفتم روزی که خریدی این هواپیما رو بکن به نام خودت و من و خانواده، کردی به نام ایران، حالا آخونده آمدن دنباله. زاهدی میاد بهش میگه خانم شما میلیاردها دلار پول داری، حالا نمیدونم یا 40 میلیون یا 400 میلیون پول این هواپیما بوده، آخه این چقدره که شما اینقدر دنبالشی؟ بده بره. فرع اشتباهی چیزای دیگه میداد ولی به پول که میرسید نمیداد. همون خلبان بهزاد معزی بود که رجبی و بنی صدر رو فراری داد. کجا هست الان؟ اونم جدا شده یا همینجوری هنوز در خدمت رجبیه؟ و اما بذارید ببینم اینجا ماجرای آمریکا. ترامپ وقتی که دید حریف نانسی پلوسی نمیشه، اینجا میگن یه مسابقه هست بچه ها میذاره، معمولا نگاه هم دیگه میکنن میگن ببینیم کی اول چشم پلک میزنه. اگه یک کس با من مسابقه ده من باختم، از بس این نورا تو چشمون بوده چشمامون حساس شده. گفتم یه خانم یه دفعه من گفت آقا شما ناراحتی اعصاب داری، گفتم خانم شما بیا بشین اینجا این چراغا رو ما روشن کنیم ببینیم اصلا دیگه اعصاب برات میمونه، اصلا پشت کله ما چشم ما مغزی نیست که بخواد ناراحت بشه. بمانه گفتن این آقای ترامپ، حیف کلمه آقا، این شارلاتان ترامپ با نانسی پلوسی مسابقه چشم پلک زدن گذاشتن که هر کی زودتر پلک بزنه باخته، و ترامپ باخت.
دوستان، ترامپ بعد از 35 روز اون چیزی رو گرفت که همون روز بهش داده بودن که آقا بیا بشین صحبت کن، الان دیگه زمان دیوار نیست. اونم برای کی؟ یه کسی لینک، اون دفعه سعید برای من فرستاده بود لینک صحبتای این ترامپ که رفته توی دانشگاهی که بهش دکترای افتخاری بدن، اینم برای دوستان ایرانی که خیلی عاشق دکتر هستن، رفته بود توی دانشگاهی صحبت کرده بود به این دانش آموزا گفته بود که شما اصلا نگران دیوار نباشید. حالا سالها پیش، 14 سال پیش، نگران هیچ دیواری در زندگیتون نباشی، هر دیواری به هر قطری به هر ارتفاعی درست کردن ازش رد بشید، از کنارش برید، از این ورش برید، از اون ورش برید. حالا خودش میاد میگه من یه دیواری میسازم که هیچ کس نمیتونه از بالاش بره، هیچ کس نمیتونه از زیرش بره. دیشب تلویزیون نشون داد 100 تا تونل زیرزمینی جدید پیدا کردن که حالا با وجود که تازه دیوارم نیست و اینا، که مواد مخدر و آدم و اینا ازش میاد و میره، و این مردک میخواد یه دیواری بسازه، همش دنبال اینه که بگن این دیوار دیوار ترامپ بوده. مثل اوباما که این مسئله بهداری و بهداشت و خدمات درمانی رو کردن به اسمش و چه مصیبتی شده چون اسم اوباما همه میخوان بریزنش اینا، در صورت که اصلا اسم اوباما نیست، بهش میگن چی؟ در اصلاد یعنی خدمات درمانیه، ولی چون اوباما این کار انجام داد شد به اصطلاح به اسم او. اینم میخواد یه دیوار شلخته‌ای بسازه که الان این دیوار رسیده به فنس و رسیده به نرده و رسیده به یه جایی دیگه، مسخرش میکنن، میگن یه تابلو بذار بنویس که اینجا دیواره. و در هر صورت خدا آخر عاقبت دنیا رو به خیر کنه با افراد دیوانه مثل این. ماجرای بت و بت‌سازی، این یه دوستی به اصطلاح براش نوشتم آقا من در قسمت عمومی نخواستم بنویسم که دیگران خدای نکرده به شما حمله کنن، بی احترامی کنن، اعتبارتون کم بشه، ولی دوست عزیز این مزخرفات رو شما از کجا میاری؟ و چون اون رو برای آقای شاهین فاتحی هم فرستاده بودن، ایشون گفت که بذارید من اسم ایشون رو پیدا کنم بهتون نشون بدم. شاهین فاتحی، بله. ایشون گفت که برای اون نوشته بودم من اسم شما رو نمیگم، در برنامه این رو میگم. آقای فاتحی فکر کرده بود اشکال از من بود، فکر کرده بود من اسم ایشون رو نمیگم، گفته بود نه من هرچی می‌نویسم و میگم هیچ عبایی، دوستان عبا درسته، عبا غلطه، به همین دلیل که عبا غلطه آخوندها میندازن رو دوش، هیچ عبایی ندارم، شما هر وقت که نوشته ای از من هست اسمم رو بنویس. خیلی ممنون آقای فاتحی، همین نشون میده که شما یک آزاد مرد هستی و نظرت رو اعلام میکنی، حالا اگه نظرت هم غلط باشه یا مخالف عقیده من باشی پاش وای میسی و نظرات رو هم گوش میدی. و به ایشون پیشنهاد کردم، وقتی دنبالش میگشتم دیدم همه شاهینا میان ایشون نمیاد، گفتم آقا اسمت رو به انگلیسی هم بنویس، کمتر از یک دقیقه نوشت انجام شد، دمت گرم، خسته نباشی. حتی میخواستم دوباره مزاحمش بشم بگم اول اسمتو بزرگ بنویس، بعد گفتم نه این کلمه کپیتال و بزرگ و کوچیک و اینا بعضی وقتا سرعت شما رو در تایپ کردن یا نوشتن، مثلا اگه با تلفن باشی با بیا اینجا اینو بزنی حروف بزرگ راحت تره، حتی تو نوشتن چیز هم میگن همه رو لوور کیس، برعکس این دیوانه شارلاتان ترامپ که همه رو اپر به اصطلاح کپیتال مینویسه، میگن اون کارو نکنید، اون یعنی بی احترامی و توهین به دیگران. و اما مسابقات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شروع شد، بیان ببینید چند نفر تا حالا برای دموکرات‌ها آمدن و اسم نویسی اعلام میکنن، بعد میرن اسم نویسی میکنن. معمولا وقتی که یک دموکرات توی وایت هاوس، تو کاخ سفید هست، دیگه دموکرات‌ها نمیان. معمولا وقتی یک جمهوری خواه هست دیگه جمهوری خواه ها نمیان. خیلی کم اتفاق افتاده در تاریخ آمریکا که با هم مقابله کنن. و حالا ببینیم این دفعه کسی هست از حزب جمهوری خواهان که بیاد و بگه بابا واقعا این دیوانه است و ما باید وایسیم جلوش، یا جرأت نمی کنن. یکی از افرادی که دیشب اعلام کرد که میخواد در انتخابات شرکت کنه، در انتخابات سال 2020 یا 2020، آقایی هست که
صاحب استارباکس هست. استارباکس فکر نمی کنم کسی باشه در یک گوشه ای از دنیا که اونو نشناسه. آمریکایی ها میگن اگه نمیشناسی مثلا فلان چیه، شما زیر سنگ زندگی میکنی، حتی نمیگن تو غارا، چون زیر سنگ چیه، این موجودات میکروسکوپی اینا زندگی میکنن. در هر صورت به به آقای آریا منصوری هم اینجا هستن، سلام میکنم مجددا خدمتشون. و اما این آقا یه زمانی، اولا درست برعکس ترامپ دروغگو که میگه من خود ساخته هستم، این آقا یک خانواده فقیر که پدر و مادرش توی این ساختمون‌هایی که دولت کمک میکنه، تو آمریکا بعضی وقتا نگاه میکنن میبینن شما داری کار میکنی ولی مخارج در نمیاد، اگه بچه داشته باشی حتی برای بچه‌ت شیر و خوراک و اینا میدن، بعد اجاره خونه تو میدن، اگه قرار مدرسه پول نهار و اینها رو میدن بمانن. اینا میرن جهنم، من شما میریم بهشت. من نمیام، شما تنها برو، من با اینا میرم جهنم. خلاصه این آقا پدرش از کمک های دولت استفاده میکرده، توی خونه هایی بوده که دولت کمک میکنه و این با پشتکار، با وجودی که پدرش خیلی میزددش، ابیوز نمیدونم به فارسی میگیم اینها، ولی میگه مادرش به شدت به اصطلاح مشوقش بوده و میگه شما وقتی به اصطلاح مادری داشته باشی که مشوقت باشه، به هر چیزی که میخوای میرسی. اون خانمی هست که با شامپانزه ها و اینها زندگی میکنه، 60 ساله، از 24 سالگی رفته الان 64 سالشه، اونم گفت مادرش تشویقش کرده و اینه که امروز به اصطلاح دنیا الان اون رو میشناسه. فکر کنم خانم فامیلیش گودآل هست، GOODALL، اسم کوچیکش یادم رفت، ببخشید. Always good to see you، خیلی ممنون، متشکرم. میگن همیشه اصطلاح آمریکاییان میگه از دیدار شما خوشحالم. این ماجرای خوشبختم و خوشوقتم و خوشحالم و اینها رو یاد بگیریم. من خودم تا مدت‌ها بین اون میگفتم از دیدار شما خوشبختم، در صورتی که مثل که خوشوقتم درسته، ولی که آشکال کدومش درسته یادمون رفت، اب نداره. خلاصه حالا این آقای ماجرای آقای شاهین فاطمی رو براتون بگم. دوستان زیادی هم هستن که یک اسمای نوشتن یا مثلا اسمشون رو به فارسی نوشتن، یکی از اونها آقای فضائل عزیزانه، بارها بهش گفتم آقا شما اسمت رو به انگلیسی هم بنویس که پیدا کردنت راحت تر باشه، یعنی میتونم بگم 100% شانست رو بیشتر میکنی، شاید هم 50%. دستان ممنونم آقای شاهین فاتحی. و آقای شاهین فاتحی گفته بود بله شما میتونی بگی و اینها، نظر شماست، اینم نظر منه، اسم منم بگی. نه، شما نبودی، زیر اون نوشته ها یک آقای دیگه‌ای نوشته بود که شاه گفت که خلبان جان دور بزن، برو سر راه هم وایسه، یه چای مهمون من بخور، برو این هواپیما رو، تیاره رو بده به ایرانیا، این مال مردم. اوکی، این مزخرفا رو میگید، بت میسازید، وقتی بت ساختید باید دنبال بت شکن بگردید. نیست آقا، نه تیشه بت شکنی دیگه هست، نه آدم بت شکن. بت نسازی آدم باشه، اینو میبرن بیرون، اون میاد تو، مثل ونزوئلا. ماجرای ونزوئلا، من چون حقیقتش ونزوئلا از اون سالهایی که اون شاوز اونجا بود دیدم که جورج بوش یه دفعه کودتا کرد، اگه اشتباه نکنم همون شاوز هم دو سه بار کودتاهای نافرجام بر علیش کردن، آخرش هم گفتن دواخورش کردن و مرد. راست دروغ من نمیدونم، چون ایرانی ها هر کی میمیره مثلا طرف 95 سالش میگن آقا حیف شد، حتما یه ماجراهایی هست. بله، اسرائیل اومده دنبالش، صحبت از مردن شد، آقای سهراب اخوان هم گویا فوت شده و مرگ و میر افتاده توی این تلویزیون ها. مواظب خودتون باشید تلویزیون چیا. یک خانمی هست فکر کنم همین نسه که اسرائیل اشتباهی میره، به جایی که بره جون امیر رو بگیره، منظورشون امیر شجره است، میره جون اون آقای کی بود مرد، مسعود صدر، حالا هم گویا آقای سهراب اخوان، و من نمیدونم این
دوستمون چه مشکلی با امیر رجب با امیر شجره داره. من آقای شجره رو یه بار دیدم، میبینم آدم زحمتکشیه، اونم مهندس برق، رشته برق خونده، و دوستانی که تو تلویزیون پارس کار میکردن میگفتن همش سیم برق چسب برق دستش، هر جا سیم و اینا هست میزنه، حتی رو زمین به جایی که مثلا داکتیپ بزنه چسبای برق میزنه که کنده میشه و اینا. اینم از این ماجرا. بریم این نوشته آقای شاهین فاتحی رو یک کمیشو براتون بخونیم، صفحه رو بهتون نشون میدم، شما خودتون میتونید برید اونجا همه مقاله رو بخونید. نامه ای نوشتن، نامه ای سرگشاده به نخست وزیر محترم کشور اسرائیل برای تسلیت سالگشت هولوکاست. میدونید که همین دو سه روز گذشته یکی فکر کنم وزیر امور خارجه اسرائیل در اون نشستی که بوده دوباره به خلیج فارس گفت خلیج عربی، و هیچ کدام از این خوش‌غیرت‌های ایرانی که معمولا طرفدار ترامپ هستن و طرفدار اسرائیل صداشون در نیامد و به قول بعضی از دوستان خفخان گرفتن، خفخون گرفتن. این هم بمانه. نام من شاهین فاتحی است، از کنار سیم‌های خاردار آشویتس بزرگی به نام ایران برایتان نامه می‌نویسم. من یک فراری هستم، طول جاده فرارم از مرز بازرگان ایران است تا مرز بازرگان بزرگ مرگ انگلستان. 25 قرن سن تاریخی مسجل دارم که بخشی از آن در حمایت از مردم شما مستند است. من یک قربانی هستم، یک زندانی فراری، و هر روز 40 سال است که شکنجه می شوم، تحقیر می شوم و مورد تعدی و تجاوز قرار می گیرم. از اهالی خاورمیانه هستم، بخش ایران نفتخیز بلاخیز بی صاحب، صاحب کشورم را دیوان جنگ افروز در سقوط 79 از بین بردن. جرم من موجودیت در صحنه. حالا این خیلی جالب می نویسه ایشون، ولی نکنید آقا اینا این عز و التماس به درگاه اینا که پشت پره با آخونده هستن نکنید. وقتی شما این کارو میکنید نشون میدید که شما خبر ندارید از رابطه‌هایی که اینها داشتن در 40 سال گذشته، و دلیل وجود و حکومت آخوندها همین افرادی مثل نتانیاهو هستن. اینا رو که می‌نویسی شاهین جان، مردم و دیگران باور میکنن که آقا عجب آدم نعیویه، ساده دلیه، خوشباوریه. اینجوری نیست. یا یه دوستی، همون دوستمون که براش نوشتم، آمده بود عکسهایی رو از شاه و اون دوره و اینها گذاشته بود. بذارید من این عکس آقای شاهین فاتحی و وبسایتش و فیسبوکش رو نشون بدم. امیدوارم ایشون هم تصمیم بگیره یه روزی صحبتاشو به صورت ویدیو آدیو در بیاره و از تلویزیون مردم استفاده کنه و برای دیگران هم پخش کنه. اینه آقای شاهین فاتحی، و این عکس رو هم من اینجا نشون بدم. این صفحه شونه، اجازه بدید رفتم ازش عکس گرفتم، ببخشید. به جایی که از این دستگاه بگم بیا از این عکس نه نشون بده دیگه، مغزمونم میگن پشتش هیچی نیست، پشت این ماجرای کله اینه. میبینید حالا کامرای دو، بله، آقای شاهین فاتحی که نه رفت آمد کامرای دو. بله، ببینید آقای شاهین فاتحی اون موقع فقط اسمش به فارسی بود، امروز تا من پیشنهاد کردم ایشون قبول کرد، دید که بالاخره سوربی هم یه حرف حساب زد و اینجوری شد. الان دیگه هم فارسی هم انگلیسی شما میتونید چیز کنید. من خودم شخصا فکر میکنم چون فیسبوک انگلیسی هست باید اول با اسم انگلیسیمون بنویسیم، بعد توی پرانتزی که اینا دومی رو تو پرانتزی خودشون قرار میدن، یا توی پرانتز ما ایرانی ها میگیم، اسم فارسی رو بنویسی. در صد ممنونم آقای شاهین فاتحی عزیز و به امید دیدار شما. ولی بریم اون عکسایی رو که من از روی اون صفحه این دوستمون برداشتم، و خیلی از اینا رو با افتخار میذارن که مثلا ببین چقدر شاه میدونست. نگاه کنید یکی از اون عکس ها اینه، ببینید چی میگه. یعنی درست شاه با آخوندها هم پیمان هم عقیده. میگه که کامرای دو نگاه کنید، اماکن مقدس شاهنشاه در مصاحبه با سردبیر الحوادث فرمودن
اماکن مقدسه اسلامی نباید در دست اسرائیل باشد. یادتون باشه، مقدسه اسلامی نباید در دست اسرائیل باشد. بدون حل مسئله فلسطین، صلح واقعی در خاورمیانه برقرار نخواهد بود. حالا از این مهمتر پایینشه، نوشتن فقط فلسطینی ها حق دارند. بذارید من این بر اینجوری بهتون نشون بدم، همه رو بهتون نشون بدم. Select all و اینجا نگاه کنید، کامرای دو اینجا ببینید، فقط فلسطینی ها حق دارند آینده خود را تعیین کنند. یعنی اگر امروز شاه هم در ایران بود، با یک دیوانه مثل نتانیاهو همین مشکلات رو داشتیم. حالا اینو شما داشته باش، این یکیش بود. ببینید این دوستان دیدید با افتخار میگن آقا دیدی شاه رفت به انگلستان گفت شما ماشینات رو گرون کردی، ما بنزین رو گرون میکنیم فلان اینها. نگاه کن ببینید چجوری با دست خودش، به خاطر اینکه نه حرف وزیر، نه حرف وکیل، نه حرف کارشناس رو گوش میداد، چگونه با دست خودش قبر خودش رو کند. شماره مخصوص 6 بهمن، شاهنشاه ترازنامه 8 ساله و هدفهای آینده ایران را برقصد آینده انقلاب ایران را بررسی فرمودند و عکسش رو که میبینید تو این دیگه موهاش هم سفید و اینها. دوشنبه، البته اینجا نوشته دوشنبه 6 بهمن 1349، بله میگه که شاهنشاه آریامه در مسابقه بزرگ مطبوعاتی و رادیو تلویزیون دیروز در طی این مسابقه مهم که انعکاس جهانی در پیداش، ضمن تشریح دقیق پیروزی های انقلاب ایران و هدف های آینده آن از طرف کلیه کشورهای تولید کننده نفت به کمپانی ها اخطار کردند و ضرورت این چیه؟ انعقاد قرارداد جدید عادلانه ای را تاکید فرمودند. کدوم آدمی میاد وقتی که ریشش یه جای گیره به طرف میگه من از قرارداد بعدی به شما میخوام گرون بفروشم؟ خب اون طرف میره یا یکی ارزونتر رو پیدا میکنه، شما بیزینس از دست میدی، یا میاد شما رو از حکومت ساقط میکنه، یه نفر دیگر رو میذاره که به نفعش کار کنه. اون یه نفر کی بود؟ آخوندا بودن که دلار و نفت و همه چی رو، دلار گرون، نفت ارزون. ببینید اینجا بین قدرت های امپریالیستی و ما برخوردی روی میدهد. دوستان هی نگید اگر شاه مونده بود الان ما ژاپن بودیم. نه، اگه شاه مونده بود یقشو میگرفتن، میگفتن آقا تو نمیتونی نفتی رو که ما برات پیدا کردیم و فلان اینها بیای هر چی دلت میخواد بفروشی. همین کاری که با عربستان میکنن، قیمت اینه انقدر تولید کن انقدر فلان، پول وقتی هم فروختی پولشو بیار وسایل ما رو بخر، اضافیش هم بذار تو بانکای ما. حالا گوش کنید، یکی دیگه باز براتون دارم تا سه نشه بازی نشه. این هم select area، این هم آیندگان. گوش کنید دوستان، آخونده فریاد میزنه که اسرائیل بازنده میشه و از بین میبریم. ببینید اینا هم چی گفتن. اسرائیل در جنگ نهایی بازنده است. فکر میکنید کی گفته؟ خیلی فکر نکنید، ممکنه شما هم مثل من دیوونه بشید. شاهنشاه، اسرائیل در جنگ نهایی بازنده است و آتش سوزی بزرگ در گمرک خرمشهر. اگه امروز در گمرک آتش سوزی را بیفته، همه میگیم این آخونده آتش زدن فلان بیسار. آقا من نمیگم آخونده خوبن، آیاتون باشه، آخونده بدترین عالمن، ولی دلیلش اینه که چون شاه بد بود امروز شما نصیب بدترین شدی. چون پدرتون بد بود، مادرتون رو اذیت میکرد، داداشتون رو میزد، حتی به خواهرت تجاوز میکرد، اینا طلاق گرفتن، امروز شوهر ننه آمده شما رو هم. بله بفرمایید، بریم سراغ این چیزای دیگه ای که داریم. هر کسی هم میخواد صحبت کنه بیاد اینجا. یه مش پیرمرد و پیرزنی مثل این لشگری دیوانه مال بیداری بیکاری و اینها هی بحث میکنن این اینجور اون اینجور، مثلا این لشگری فکر کنه دیگه آخر عمری دوچار آلزایمر فراموشی شده. همه دنیا میگن شاه تا
تا موقعی که تیر زدن از اینجای لبش رد شد دموکرات بود. بعد از اون دیگه از ترس گفت من حکومت رو خودم دست میگیرم و دیکتاتور شد. حالا این مردکه دیوانه لشگری که هیچ آدم جرئت نمیکنه هیچ عکسش رو بذاره و اینها، میگه که شاه تا 28 مرداد دموکرات بود. برو آقا، برو یکم کتاب بخون. اینم از این ماجرا. و ما یه مصاحبه هم کردیم با آقای رمضانی. آقای رمضانی هم فلسفهش اینه این چیزها رو پرسونال نکنید و تفسیرهای خودشو داره و دوست دارن صحبت کنن همه، ولی همه دوست دارن مهمون باشن. یعنی شما خونه رو تمیز کن، برو خوراکم بگیر یا برو خوراکم بپز، اینا بیان بخورن و برن، ببخشید از توالت گرفته کثیف کنن تا آشپزخونه و همه چی بمانه. ماجرای توالت و کثیف کردن و مهمونی و فلان اینها، شنبه شب مهمونی آقای تبریزی فکر کنم تا اونجایی که من رفتم یکی از بهترین ها بود و گویا این محل جدید رو اینها دیگه حالا دائما برای 3 سال و 10 سال بعدش 13 سال اجاره کردن. و به نظر من اگر توی ویرجینیا هستید بیان، بیش از 90 نفر اونجا بودن که حتی جا نبود، صندلی آوردن. این که میگم جا نبود صندلی آوردن، برای که بعضی از دوستان میذارن لحظه آخر، لحظه آخر وقتی هم میخواد بره به یه دوست دیگهش میگه تو هم میای، یکی میشه دوتا، دوتا میشه سه تا. بهترین کار اینه که شما زنگ بزنید اینجا بهش میگن RSVP، از قبل به طرف بگید آقا من با دوستام 6 نفریم 5 نفریم داریم میام. و خیلی ممنون، من ممنونم از خانم تینا صدقی و همسرشون علی آقای گل که وقتی من رفتم اونجا با وجودی که هنوز پر نبود اشاره کردن که ما برای شما اینجا جا گرفتیم و دیدم چه جای خوبیه، نزدیک برقه، هم اگه بخوای خودت رو بکشی جا داری که به برق بزنی، هم این روزا تلفن ها هممون مثل این سگ که گردن بند چی لیش بهش چی به ایرانی لیششون رو میبندن به یه درختی، ما تا میرسیم یه جای باد سیم برقمون رو بزنیم، مال تلفن و چارجر رو بزنیم تو برق، مخصوصا ماهایی که از این به عنوان ویدیو ضبط کردنم استفاده میکنیم. و اما شب خوبی بود، بیش از 90 نفر اونجا بودن، یه خانمی دف میزد، فکر کنم خانم ناهید بود، آقای سیامک بود، اون آقای دیجی یا بیژن یا ایرجه درست یادم نیست، در صورت اونها هم بودن و خانم های ایرانی هم که طبق معمول زیبا و تناز و رقصیدن و شاد بودن و شام بسیار خوبی هم از رستوران البرز آورده بودن و جای شما خالی بود. این جای شما خالی بودم، من نمیدونم از کجا آمده و چرا میگن جای شما خالی بود، چون جای شما خالی نبود، همه جاها گرفته شده. و اما آشپزی کهن ایران با نیلوفر، آشپزی با نیلوفر، چقدر نیستی نیلوفر 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 اندی میخوام. حتما خانم نیلوفر رو یادتون هست از تلویزیون مردم، از تلویزیون رنگارنگ، نمیدونم فکر کنم تو تلویزیون من و تو هم ایشون رفت اون برنامه بفرمایید شام و اینها. و من خیلی خوشحالم که بالاخره ایشون پیدا کرد اون جایی رو یا اون چیزی رو که من میخوام این عکسی که نگه میدارم چشم ایشون باز باشه، هر ویدیویی رو که میگیرم هی ایشون چشمش بسته شده. بذارید اینو بهتون نشون بدم، آشپزی با نیلوفر. و دیدم که مثلا روی این یکی ببینید رو تابلوان خیلی قشنگ خودش با دست برداشته نوشته دوستان برای فیلم ساختن، برای ویدیو ساختن، ببخشید اینجا این کامرای سه، برای ویدیو ساختن دیگه این روزها لازم نیست که شما دوربین 60,000 دلاری، 16,000 دلاری، 4,000 دلاری داشته باشید، با تلفنتون هم میتونید ضبط کنید، حتی لازم نیست 5 دلار بدید یک ماونت یا یک استند بگیری، میتونید با دو تا کتاب و قوری و نمیدونم استکان و اینا دوربین رو اونجایی که میخوای قرار بدی، روشنش کنی، بری اونور شروع کنی ضبط. نگاه کنید شما تابلویی که ایشون نوشته، خودش یه از این تابلوهای مال آشپزخونه هست، روش مینویسن تو دو لیست چه کار کنم، برو نون بگی، برو نمیدونم کره بگی، با گچ روش نوشتن آشپزی با نیلوفر. خانم نیلوفر سالها در تلویزیون مختلف برنامه داشتن و در تلویزیون مردم هم برنامه داشتن. این بهایی که انقدر میگن ما آزاد منشیم،
اون آقای عطا معینی صاحب به اصطلاح جی الویز که حرف ها دربارش میزنن که کارت های تلفنی مال ایرانه، آخونده ها کمکش کنن، من نمیدونم نمیدونم فلان. ایشون به من یه روز زنگ زد گفت آقا دوستان به من گفتن که این خانم نیلوفر چیزایی که میگه، گفتیم اولا خب شما گوش کن، شما به من بگو چی گفته، شاید شما مثلا از اسم نیلوفر خوشت نیاد به من بگی، این باید اسم خودش رو بگه مهتاب، و چی گفتن. گفت من نمیدونم ولی به ایشون بگو که اینجوری اینا. خلاصه حالا این بنده خدا داشت حقیقتی رو میگفت که میدون شهیاد رو بهایی‌ها ساختن و اگه توجه کنین 9 پنجره داره و فلان، اینا بیشترش بر اساس باورهای بهایان هست. خلاصه اینها ایشون رو به یه وسیله میخواستن خفه کنن که ما گفتیم ما همچی کاری نمی کنیم. بعد که آقای ارشاد اومد دوباره خواستن خفه کنن، ما گفتیم همچی کاری نمی کنیم، شما برید دنبال کارتون و ما وایستادیم. در صورت دیدم که ایشون اینجا نوشته روش تهیه کوکو سبزی اصیل تهران قدیم و بسیار ترد و کریسپی. یعنی مثلا ممکنه من نفهمم ترد به فارسی یعنی چی، کریسپی به انگلیسی به فنگلیش نوشتن. خب بد نیست دیگه، بعضی وقتا عادت میکنیم. این آمریکایی‌ها چی یاد گرفتن؟ کریسپی رایس به این تعدیق میگن. در صورت دیدم که این ویدیوشون از مارچ تا امروز بیش از 90,000، نزدیک به 91,000 نفر دیدن. حالا شما فکر کنید اگه این خانم می اومد مثل قدیم برنامه سیاسی میذاشت، حقایق رو میگفت، الان هم داره حقیقت رو میگه درباره پختن کوکو. یکی دیگرش که خیلی طرفدار داره درست کردن لوبیا گرم به سبک عرق فروشی های تهران، و برای من یه چیزی خیلی جالبه و سالانگیز، هر وقت رستوران ها میخوان بگن خوراک ما خوبه میگن مثل دستپخت خانگی، هر وقت ایرانی ها میخوان بگن خوراک ما خوبه میگه آقا مثل فلان قهوه خونه. دیدم یه دوستی املت درست کرده بود میگه املت قهوه خونه ای، ایشون میگه اصیل تهران قدیم، یعنی حالا مثلا اون موقعی که قدیم بوده خوراکا خوشمزه‌تر بوده لابد به خاطر بوی دود و خاموش شدن و نمیدونم. در صورت خیلی هم قشنگ توضیح میده، حتی اونجایی که میگه این تخم‌مرغ‌ها رو توی این سبزی کاسه‌ای که گذاشتی نشکنید، چون اگه یکیش خراب باشه همه اینا رو خراب میکنه. تو ایران این کار رسم بود، مثلا مادرامون یه فنجون می آوردن هر تخم‌مرغی رو تق می‌زدن، از بس که تخم‌مرغ‌ها خراب شده بود همه ارگانیک بود، بعد نگاه می‌کردن بعضی از تخم‌ها دیگه داشت نطفه می‌بست و خون توش بود و اینا، می‌ریختن دور. دور که نمی‌ریختن، می‌رفتن کنار باغچه می‌ریختن، می‌گفتن درخت تقویت میشه. در هر صورت میگه اینو اگه بریزی اونایی دیگه، دیدم دستور پختن کوکوی سبزی رو میده. کوکو سبزیه که از چیزای فیوریت منه، سرد و گرم و با برنج و بی برنج و با نون میتونم بخورم. یه وقت خواستید بیاین کوکو سبزی بخرین و بیاین و با هم بخوریم. داشتم اینو فکر میکردم که ما هر کدوممون اگه پیدا کنیم اون چیزی رو که هم داخلش استعداد داریم هم خودمون، ایشون میخواد جلو دوربین باشه، الان جلو دوربین استعداد گفتن و سخن و اینها داره الان هر. بعد به مردم میخواد کمک کنه، داره کمک میکنه، به خودش هم کمک میکنه. من سوربی که میام اینجا به زور 200 تا 300 تا 500 تا 700 تا ویدیو رو میبینن، تازه یوتیوب هم قطع کرده که چرا آقا فلان ویدیو رو پخش کردی، ما آگهیت پخش نمیکنیم، فلان اینا پولیت بد نمیدیم. با ایشون که اولی که میزنی باید تبلیغ تماشا کنی، تبلیغ تماشا کردن حساب کنید 90,000 تا 2 سنت اگه به ایشون داده باشن، ماشین حسابم افتاده اون پایین، 90,000 تا 2 سنت میشه چقدر؟ 2 سنت میده هر آگهی 2 سنت، حالا بگو 1 سنت، خب یه پولیه دیگه. این بنده خدا پول از جیبش میداد، تکنیشن ها استخدام میکرد، میومد خونهش. من یادمه وقتی برنامه میخواست بذاره بعض وقتا وسک میکرد اتاقش، همه نصف اتاقش گرفته بود برای که بتونه مستقیم بفرسته. الان یه تلفن انقدی گذاشته این بر آشپزخونهش، اون برم که آشپزخونه همیشه آشپزخونه است. منی که با شما صحبت میکنم همین حالا جای جدیدی که آمدیم یه اتاق گرفتم،
اون روز وقتی برنامه اجرا کردم اینجا چنان گرم شده بود، چون یه چراغ جدیدی گرفتیم، این چراغ خودش تنها 300 وات مصرف میکنه که اگه بشه این رو هم عوض کنیم از این LED. واقعا LED عجب معجزه ای شده. بماند دوستون میگه خسته نباشید، نه نباشین آقای سوربی، من هم به شما خوش آمد میگم و امیدوارم شما هم خسته نباشید. میگه صاحب استارباکس 3.5 میلیارد دلار پول داره و از عهده تبلیغات و خرج و برج بر میاد و اتفاقا همینو بهش گفتن، گفتن شما برعکس ترامپ که میگه من خود ساخته هستم و نبود، شما خود ساخته هستی. برعکس ترامپ که میگه من پول دارم و نداشت، شما پول داری. حالا برعکس ترامپ شما حاضر میشی مالیات تو نشون بدی؟ گفت همین امروز که من اگه جای خبرنگاره بودم میگفتم خب الان بذارش رو آنلاین، کاری نداره که. برسات فکر نمی کنم این چیزی مخفی کرده باشه. گفت که جوان بوده و کار میکرده و اینها و رفته یه جایی اینجا این ماشینای کافی، حالا یا کافی میکره یا کافی درست میکنه، قهوه جوش به اصطلاح قهوه ساز، یا اونی که هسته کافی رو دونه کافی رو خرد میکنه، از اینا میفروخته و میبینه یه مشتریش خیلی میخره. یه دفعه که میره سفر تو اون شهره میگه بذار برم ببینم سیاتل، واشنگتن سیاتل اونوره نزدیک به اصطلاح غرب، 3 ساعت با ما اختلاف داره. وقتی میره اونجا آقای شاهین فاتحی، سلام، من در قسمت اول برنامه راجع به شما صحبت کردم، خوشحال میشم که شما و دوستتون اون صحبت‌های آقای زاهدی، نوشته‌ها، اعلام جرم آخوندها درباره اون هواپیمای شاه، اون شاهین بوده اسمش، مثل که اینا رو چیز کنید و اگه یه دوستی میاد رو صفحه شما یه چیزی می‌نویسه که درست نیست، شما خیلی آدم مهربونی هستی، خیلی آدم با ادبی هستی، دوستانه با ادب بهش بگو آقا نکنید این کار، این دروغ‌های اینجوری رو. حالا برنامه رو بعد برگرد نگاه کن. ضمناً روی مردم‌تیوی.com دوستان شما میتونید از اول برنامه هر جایی که خواستید ببرید عقب بیارید جلو، مثل که تا 2 ساعت میتونید به عنوان ویدیو VCR از استفاده کنید. بماند خلاصه به این آقا که بلند میشه میره اونجا میگه برم ببینم این مشتری من که اینقدر ماشین میخره، ماشین قهوه، کیه؟ همین استارباک. و اون موقع یه دونه بوده استارباکس، اون موقع یه دونه بوده، توی چیزم بوده، توی یه فارمرز مارکتی بوده توی سیاتل. این میره اونجا و میگه که چجوریه؟ میگه خب ما بیزینسمون خوبه و فلان. نه حالا یا طرف پیر بوده یا اینا دوتا چون یهودی هن کلیمی هستن، خلاصه ایشون با اون معامله میکنه و این میخره. یه مغازه امروز بیش از 30,000 مغازه در بیش از 70 کشور شعبه داره. بعدم بهش گفت شما میخوای بیای رئیس جمهور بشی، از خانمت اجازه گرفتی؟ گفت آره به خانمم گفتم. خانمش خندید گفت نه به من نگفت، آمد از من اجازه گرفت و من بهش گفتم اجازه داری. در صورت صحبتایی که میکنن همه قشنگه. این که دیشب صحبت کرد گفتم خب من به این رأی میدم، حالا نفر بعدی که میاد اون صحبت میکنه شما میگی به اون رأی میدم. این مسابقه امریکن آیدل یا اون یکی دیگه America's Got Talent، اینا رو که شما میبینی نفر اولی میاد 3 تا پشتک میزنه، شما میگی بح این بهترینه، بعد میگه سبک آخر برنامه بزن، میگه حالا شماره 3. نفر بعدی میاد اینجوری میخونه میگه نه این بهترینه، میگه شماره 4. بعد نفر بعد آخر برنامه میگه از این 10 نفر شما میتونید یکیش انتخاب کنید ولی میتونید 10 بار رأی بدید. میگم خب یکی کمه، هی چند بار رأی میدید؟ که به نظر من اونم غلطه که 10 بار رأی بدید. بله اینم از این ماجرا و ممنون و متشکرم. درباره این که در دنیای غرب دین دیگه جایی نداره فکر میکنید شما؟ بیاین همین ساختمونای واشنگتن رو نگاه کنید، برید بالای در سوپریم کورت رو نگاه کنید، حالا اونجا رو ول کن. من پریروز صبح میخواستم املت درست کنم، یک املتای درست میکنم دوستان که حرف نداره. به جای گوجه فرنگی، اینو باید به اون دوستمون که تو استرالیا آشپزی یاد میده بگم، به جای گوجه فرنگی از سالسا استفاده میکنم.
سال میریزم، ولی یه چیزی رو من فهمیدم که کار درستی انجام میدادم، به قول آقای دکتر یونس پارسا بناب تصادفاً ما یه کار درست انجام میدادیم، ایه که میگه حرارت مایتابتون اصلا کم نکنید و همش باید از اول تا آخر همینجوری هم بزنید و اون هم زدنه که میپزه اون گوجه فرنگی یا رب به گوجه یا سس گوجه یا سالسایی که سربی میخره و میریزه اونجا، اون گرما هست، بعدم تخم مرغ میشکنی توشو دوباره هم میزنی. این هم زدن ولش نکن، بی خود نیست که، این خدا ول نمیکنه هم زدن دنیا رو، همینجوری داره املت درست میکنه. بمانه آمدیم نگاه کن این جعبه 12 تایی تخم مرغ، یه جا میخری 1 دلار، یه جا میخری 4 دلار، یه جا همون نار رفته از اون خریده گذاشته کنار خیابون، بهت میگه این مال مزرعه خودمه، بهت میده 6 دلار، 12 تاش بهت میده 6 دلار، دونه 50 سنت، هنوزم بد نیست، به میلیون و میلیارد نرسیده. باز کردم عینک من رو چشم نبود، گفتم این ببینم چی نوشته، مثلا یه دستور خوراکی چیزی نباشه. رفتم عینک رو زدم و آمدم، حالا برای شما هم عینک میزنم که شما هم بتونید بهتر ببینید. اینم عینک شما، نوشته که This is the day which the Lord has made. میگه این روزیه که خدا برای شما آفریده یا درست کرده. حالا زیرش نوشته چی؟ Let us rejoice and be glad in it. بیاین خوشحال باشیم و شادی کنیم و نمیدونم اینها. حالا چه نمیدونم کلمه rejoice استفاده اب نداره، ولی بعدش هم نوشته اون آیه و اینها رو که شماره شو من درست نمیبینم، میدونید اینا هم آیه دارن هم سوره دارن، اینها اینه. آقا خانم، در آمریکا سرباز با پول مالیات شما میره بجنگه، این تفنگشو که میگیره دستش روش آیه به انجیل نوشته. اگه نمیدونستید برید بنویسید، برید بنویسید بایبل ورسز آن آرمی گان یا رایفل، هرچی برید ببینید. خیلی وقتا ما به قول آقای لادن چون کم دانیم به خطا میریم به راه این تفنگش. صبح میخوای تخم مرغ بخوری، آیه قرآن آیه انجیل میچپونه تو صورتت. رئیس جمهور میخواد بره مملکتی که میگه جدایی دین، جدایی دین از دولت، باید دستشو بذاره روی انجیل قسم بخوره، که اون آقای ونزوئلا دیدید دیگه، خودش قسم داد، خودش هم قسم خورد آمده. و کسی اگه میخواد درباره ونزوئلا صحبت کنه چند تا گزینه بهش میدم، یکی زنگ بزنه به شماره تلفن، اجازه بدین شماره تلفن اون اینجا سه این، زنگ بزنید به این شماره تلفن 202-695-2573، اگه طولانی شد هر 3 دقیقه که قطع میشه دوباره زنگ بزنید پیغام بذارید و یه توضیح کوتاه مفید مختصر بگید این ماجرای ونزوئلا چیه که اینا میخوان دخالت کنن، روسیه، چین، ایران، فقط آمریکا، کانادا، انگلستان، اینا از این ورن میگن این دیکتاتور، ما میخوایم بندازیمش بیرون. آقا این آقای روبیو سناتور مال فلوریدا مال کجا، این کوفتی میاد قشنگ میگه که درو 3 روز پیش داشت میگه من شاخامو در آوردم تراشیدم، میگه درسته که ما از دیکتاتورا در بعضی نقاط دنیا حمایت میکنیم، ولی به دلیل این که ونزوئلا در قسمت غرب دنیا قرار گرفته ما نمیتونیم تحمل کنیم اینجا دیکتاتور باشه. باورتون میشه؟ حالا یکی بیاد به من بگه این ماجرای ونزوئلا به غیر از نفتی که داره و اینا چیه که اینها از دوره شاوز هی سعی میکنن هر کی میاد سرنگونش کنن و میگن رأی مردم رو بی خیال، بابا 6 میلیون و نیم آمدن رأی دادن، نمیدونم تظاهرات کردن. در اصل من چون زیاد نمیدونم راجع به این، ولش کن بریم یه چند تا چیزی که براتون گذاشتم بخونیم و بنویسیم و خوش باشیم تا بعد. و اما آشپزی کهن براتون گفتم، خانم نیلوفر، چون ما در یکی از این برنامه‌هایی که دوستمون از خلیج فارس فرستاده بود یه خطی رو نشون دادیم، آقای اکبری گفت این خط کوفیه، بعد آقای اون دوستمون گفت که نه آقا این خط پهلویه و اینجوری و اینها، دیدم که
یه چیزی امروز اینجا برای من فرستادن، تاریخ خط از آغاز، سخنران فلانی و از روی ده خدا هم گویا هست، یا این به اصطلاح انجمن ده خدا یا فاندیشن ده خدا یا سازمان ده خدا هست، ولی اگه کسی درباره خط و خطوط هم میخواد صحبت کنه به اصطلاح اونم میتونید شما برنامه داشته باشید. همیشه گفتیم تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. آخر ماه ژانویه است، حمایت فراموش نشود و حمایت از تلویزیون مردم. ما مثل آقای شازده رضا نیستیم با مامانش حالا بخواد بره یه جایی یه بشقاب برنج به شما بده، $1000 بهتون بده، شما یه عکسی بگیرین که من با این کوفتی بودم، این عقب افتاده، اونم دودکش سیگار. ما میگیم که یه تلویزیونی هست که سرش رو برای هیچ کس خم نمیکنه. حالا میخوای اسمش رو بذاری علی کنکوری بذار، و ولی همه میتونن بیان در این تلویزیون نظراتشون رو بگن، ولی باید حمایت کنن، باید کمک کنن. اگه کسانی این رو میفهمن، مثل اون دوستمون آقا فرزاد، مثل دیگران پتیک اینا، من ممنون و متشکرم هستم. اگه نمیفهمن ما با اونا کاری نداریم، برن خوش باشن. در هر صورت ما اون روز، حالا صحبت از آقای فرزاد شد، ما اون روز صحبت کردیم گفتیم که این ترامپ مثل دزدی هست که با چراغ آمده و داریم که دزد با چراغ که میاد چیزای بهتری رو میبره. هم یک خانمی لطف کردن پیغام گذاشتن که صدای ایشون خیلی آشناست، هم یه دوستی فکر کنم همون دوستمون از آلمان باشه که اینا باید یواش یواش اسمتون رو بگید دیگه، من فلانی هستم از آلمان هستم، من فلانی هستم از 503 مال کجاست، کالیفرنیا هست، کجاست، اونجا هستم. میگن که آمریکا حق دارد که در همسایگیش روسیه وجود نداشته باشد. خب همین کوبا هم آمریکا گفت این در همسایگیمون روسیه است، ما میخوایم این کارش بکنیم، اون کارش بکنیم. همینجوری بری بالا، خب از اون بالا دیگه اینا میخورن به هم، اینجوری باشه. اشکال اینا خانم دکتر عزیز بهیه جیلانی اینه که میخوان خودشون تنها باشن و نمیخوان دنیا بالانس باشه. و الا حالا همچینم ونزوئلا همسایه آمریکا نیست، اگه قاره آمریکا هم هست، اون بدبختا که وقتی حرفش میشه به اونا میگه شت هول. شت هول یعنی ببخشید سوراخ. در هر صورت و اما چی داشتم میگفتم، جانشین فرمانده سپاه راهبرد ما محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است. خب ببینید آقای شاه هم پیش بینی کرده بود که اسرائیل بازنده میشه و این احمقا شما اگه میخواین محو کنید چرا اینقدر زر میزنید؟ خب برید محو کنید که یا اون محو بشه یا شما از بین برید، تکلیف ما بیچاره ها معلوم بشه. بذارید من عکس این دوتا عقب افتاده رو به شما نشون بدم. یک و دو، کامرای سه اینه، یکی دیگه شم نشون بدم. گفت یکی نبود دو شد، خونه پر از خودتون بگین همه با هم. جانشین فرمانده سپاه گفت راهبرد ما محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است. این کلمه والا اون وقتا غلط بود. راهبرد ما یعنی چی؟ برنامه ما محو اسرائیل. خب محو اسرائیل، برو مردک با اون دیوونات تر از خودت که این برنامه رو داری اجرا کن. ما هم نشستیم میبینیم که 40 سال شما چه ضررها دادید برای همین گندگوزیایی که کردیم. یک هفته پیش از این ارتش اسرائیل از هدف گرفتن مواضع نیروهای قدس سپاه در حومه پایتخت سوریه خبر داده بود. حالا بیشتر بخوانید. چشم. افزایش سرمایه‌گذاری‌های عربستان در صنعت نفت کره جنوبی. دیوان عالی بحرین حکم حبس ابد یکی از رهبران مخالف شیعه را تایید کرد. وزارت خارجه ایران با فرانسه درباره برنامه موشکیمان مذاکراتی نداشتیم. خانم جیلانی میگن ترامپ خودسر این تصمیمات را نمیگیرد، بلکه سیاست کلی آمریکا است. خب بله، اون نئوکان هنوز از بین نرفته، اون ماجرای
کیه این مرده که یه نفر گفت آقا شما صداد مثل اینه، کیه این وزیر امور خارجه نیکسون و اینا هم بودیم اینکی برژنسکی، نه اون یکی دیگه یادم رفته اسمش، اونا هستن. ولی بالاخره اینم اگه موافق نبود نمیذاشتن بیاد اونجا، ولی بیان بگن که اینا برنامهشون چیه. از این ور میگه ما نمیخوایم روسیه این ور باشه، از اون ور روسیه دیگه کم کم 90% مطمئنم که نوارهایی داره از این، چون تو اون هتلی که رفته میگن حتی دستشویی و توالتاش هم به اصطلاح فیلم برداری میکنه. و اینا حتما هنری کیسینجر، آقای زمانی، یعنی ما مثل هنری کیسینجر هستیم که تا گفتن صداش اینجوریه تا گفتی هنری کیسینجر مچتو گرفتم. آقای فرهاد زمانیان دوستان عکسای خیلی قشنگی میکشه، یه عکسی درست کرده بود از فیلابی و رجوی و مریم و اینا که دیگه خیلی سکسیه، نمیشه اینجا نشون بدم، ولی عکساشو من وقتی نگاه میکنم میبینم. میگن ترامپ 15% بیشتر قدرت مانور نداره. خانم با این 15% 15 تا کشور تا حالا خراب و داغون کرده، حالا ببینیم چه خواهد شد. بیش از 6 بیلیون دلار تو این 35 روز ضرر کرد آمریکا، یعنی بیش از پولی که این دیوانه میخواست اینا از دست دادن، ضرر کردن و رفت. من با اجازهتون یک گلوب قب، درسته یا گلوب قب که اینه، بله. اینم از این، بریم ببینیم خبرهای بعدی براتون چی گذاشتم. خب کود پینک، من اینو که دیدم گفتم اینو بیارم برای شما دوستانی که اون کاری رو که ابی انجام داد و خوشتون نیامد، رفته بود یه جایی توی دبی، گویا بهش گفته بودن که شعر خلیج رو نباید بخونی، اینم قراردادی که امضا کرده بود برای اون پولی که میخواسته شعر خلیج رو نخونده بود و بعدم چیز شد. ببینید دوستان، شما به یه خواننده نمیگی چی بخون چی نخون، وظیفت اینه وظیفت اونه، باید نباید. به یه خواننده اینجور عمل میکنی، میگه که این خانم ماریا کریه که خیلی جیغ میزنه، میدونید که این خانمه خواهرش تن فروشی میکرده، خرج اینو میداده که این بره بالاخره موفق بشه به کاراش برسه. بعد که به خوانندگی رسید و اینها براش جوک ساختن، گفتن که خب این خواهرش لطف کرد و موفق شد، ولی لباسایی رو که اون میخریده برای تن فروشی مثل که این هنوز استفاده میکنه، چون خیلی سکسی اینا، ولی صدای بسیار خوب و پرقدرتی داره بماند. اینجا ببینید چی نوشته. نوشته که سوربی، ما تصمیم گرفتیم، ما فهمیدیم که خانم ماریا کری و یکی دیگه along with Jamaican rapper با شان پال و اینها میخوان برن و دیجی تیستو برن در به اصطلاح یمن اماراتی سینگر، اونم برن همشون عربستان سعودی. ببینید are planning to perform this Thursday in Saudi Arabia. شما به عنوان یک کسی که بلیتای اینا رو میخرید میرید کنسرت، تنها حقی که دارید اینه، یک ایمیل مؤدبانه، یک فراخوان مؤدبانه را میفته و بهش میگید که ما از شما میخوایم این کارو نکنید. خب مثلا خیلی ها اسرائیل نرفتن، نمیدونم شکیرا بود فکر کنم اسرائیل نرفت و همینو بس. حالا اگه اون رفت، شما تنها کاری که میتونی بکنی اینه که دیگه کنسرتش نری، نواراشو نخری، که اونم خب خیلی بی اثره. ولی همین مهمه که مثلا اینا امروز یه دفعه 100,000 تا توییتر و ایمیل برسه که آقا خانم پنجشنبه نرو سعودی، سعودی که به مردم همین کوفتی روبیو میگه ما از خیلی دیکتاتورها حمایت میکنیم، ولی این چیز مادونا، چی اسمش مادونا مال ونزوئلا، نمیشه دیگه، اینو باید جلوش بگیریم. خب
خب اینم از این. و خیلی ممنون به این دوستمون پتیک، گفته بودیم که ای کاش اینجا بودی، ما رو کمک میکردی در تعمیر و راهنمایی و اینها، و نوشته که هر کمکی خواستی، هر کمک فکری خواستی در خدمتم چون اونجاست و ما اینجا. خیلی ممنون و متشکرم. و اما پتیک خیلی هواپیما و فیلم های مستند و اینا نگاه میکنه، اینجا نوشته کاکو جون سلام، دیشب سقوط هواپیمای باربری پرواز شماره 17 که در 16 فوریه 2000 دوستان یعنی 19 سال پیش اتفاق افتاده، حالا نمیدونم این گزارشه رو ایشون جدیدن دیده درست شده یا همون گزارش قدیمی بوده. ای کاش گفته بودن که مثلا بعد از چند سال مادورو، بعد اسم اون مال ونزوئلا آقای مادورو است، میگه به نمایش گذارده شده که منجر به کشته شدن 3 خدمه آن گردید. پس از تحقیقات فراوان مشخص شد که علت سقوط سهل‌انگاری مکانیک در موقع نصب اتصال میله آهنی به بال هواپیما بوده است. توضیح: همانطور که میدانید کاسه چرخهای ماشین به وسیله یک مهره بسته میشه، فکر کنم سر اون پول و پولی بیدم چی میگفتن، نه در اصل یادم، یه مهره بزرگیه بعد که وزنش یه سوراخ داشت یه پینم میزدن داخلش، اینجوری هم برش میگردن، که میگه به وسیله یک مهره بسته میشه و در انتها برای اطمینان شپیل یا پین مهره را در جای خود ثابت نگرد. این پین کوچک را مکانیک فراموش کرده. یکم من گیج شدم، شما میگید بال هواپیما، میله آهنی به بال هواپیما، بعد راجع به چرخ هواپیما و اون پین صحبت میکنید، بعد میگن که پس از اعلام موضوع و کنترل هواپیما، پس از اعلام موضوع و کنترل هواپیمای دیگر متوجه شدن که بیش از 100 مورد این نقض وجود داشته است. خدا به داد مسافران بیچاره برسد. بهش گفتم که من به همین خاطر تا اونجایی که بتونم 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت، 14 ساعت رانندگی میکنم، ولی سوار هواپیما نمیشم. نه به خاطر اینکه ممکنه سقوط کنه. این اذیتایی که تو فرودگاه و نمیدونم پروازها رو این روزا هی به اصطلاح کنسل میکنن، 3 تا هواپیما رو میکنه یه هواپیما، از این ماجرا. میگن که اسمش مادورو یا بلاتین مادورو به فارسی معتدله. این عجب معتدلیه که اینقدر شر و شور. اگه اشتباه نکنم گفتن از زمانی که این آمده تا حالا 1,000,000% قیمت چیزها رفته بالا. این به نظر شما درست میاد 1,000,000%؟ خیلی ها میشه مثل ایران. خب آقای پتیک شما نمیخواد این گزارش ها رو نگاه کنی. هر وقت یک هواپیما افتاد بزن تلویزیون های ایرانی، یک مادر همسن مادر من داره آشپزی هم میکنه، زنگ میزنه میگه مادر جون من میدونم چی شده، اینا دستیسه بوده اینجوری اونجوری. حالا شما بیا 19 سال صبر کن تا اینا برن تمام قطعات رو بیارن، میبرن توی کارگاهی دوباره همه رو میچسبونن بغل هم، ببینن که این پینو آقا یادش رفته. گفتم یه دوستی داشتیم، یه شریکی داشتیم، یه کاراری که انجام میداد اگه چیزی زیاد میمد میگو این الان از روز اولش هم بهتر شد. میگفتیم چرا؟ میگو خب ببین انقدر از وزنش کم شده. اینجا بعض وقتا شما بار و اینا رو که میزنی به وزن بهت پول میدن. خب دست ممنونم. میگه کارگری حقوقش را نپرداختن در لیورپول، مال لندن، مال انگلستان، و ساختمان هتلی نو کار میکرد، چند روز به افتتاح این هتل مانده، ببین این شکل اینجوری عکس العمل نشان داد. اگر من هم این کار را می کردم خیلی از کاخ ها و ساختمان ها را خرابیده بودم. این همون دوستمون از خلیج فارس هست و من حالا فیلم رو بهتون نشون میدم، البته باید سرتون رو اینجوری کنید تا ببینید یا من تلویزیون رو بچرخونم تا ببینید. اگر اونایی هم که پول مردم رو میخوردن میدونستن که یه کسی مثل این ممکنه پیدا بشه بیاد این بلا رو سرشون بیاره، پولا رو نمیخوردن. یه نفر که برای ترامپ کار میکرده و سی ای او رئیس کازینوهاش بوده، اون روز آمده بود گفت این ترامپ اصلا به هیچ که پول نمیده، همه رو میفرسته دادگاه.
فلسفهش هم اینیه، کسی که میره دادگاه اول میره اون پولی رو که من بدهکارم میخوام، بعد تازه من اگر بخوام بهش بدم یه نفر رو میفرستم میگم ترامپ گفته 50%شو میده، آقا دیگه دادگارم ول کن. اون بدبختم میگه 50%رو بگیرم بهتر از اینی که حالا هی پول وکیل بدم برم دادگاه، بعدم تا اون موقع ممکنه شرکتم هم از دست بدم. میگیره میره. میگو اصلا این روش و فلسفهش اینه که پول مردم رو نده، پول کارگر رو نده، پول افرادی که براش ساختن نده، و بیاین اینجا 3 ساعته بیاین برین. حالا این دوستمون توی نیوجرسی هست، اگه برنامه رو میبینه یه ریپورتی از نیوجرسی، این اتلانتیک سیتی، برای من و شما بفرسته با تلفنش نشون بده ببینم هنوز همون ترامپ تاج محل و فلان اینها همون جوری افتضاح و خاموش و بسته است یا نه. میگه گران دوست، برای شما تندرستی و موفقیت همیشه آرزو کردم و برایتان نیایش میکنم. با تقلید از آیت الله احمد علی مسعود انصاری هرگز دروغ نمیگویم. خب همینجا شما دروغ گفتی با آقای انصاری، گفتی آیت الله، این آیت الله نیست. البته همه ما آیت خدا هستیم، همه ما حجت خدا هستیم. اگه به خدا باور داشته باشید، گفت چی؟ برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است، نمیدونم از چیه کردگار. ولی خب نوشته که از آیت الله هرگز دروغ نمیگویم، راستی و آنچه را در تجربه دارم تقدیم میکنم، قبول و یا رد گفتارم به عهده شماست. جناب انصاری، در همه کشورهایی که با اتکا به اسلام حکومت میکنن، یک نوع عکس العمل شدید نسبت به دین در میان جوانان بروز کرده، گسترشش گرایش به دین دیگر و یا الحاد یعنی انکار خداوند را در پی داشته. بنابر اساس این واقعیت، این اصرار جناب عالی در دخالت دادن دین در تأسیس حزب حق در شرایط کنونی نتیجه‌ای بار نخواهد آورد. ممکن است شما اصرار کنید و رأی خود را به علتهایی صحیح بدانید، لکن انکار واقعیت و آنچه در دنیای ما در میان مردم اتفاق می افتد هرگز صحیح نیست. با پژوهش در سایت های مختلف می توانید خودتان واقعیت دین در اجتماعات اسلامی را بیابید. با احترام و تشکر، دوستمون از خلیج فارس. این ماجرای حزبی که آقای انصاری در فکر تأسیسش هست، برای منم نوشتن، گفتم من در برنامه بخونم، گفتن نه بذارید که یه برنامه رو ما میخوام اختصاص بدیم به این و بیایم و درباره تأسیس این حزب، شروع این حزب، ثبت نام در این حزب صحبت کنیم. درباره ثبت نام، اون شب که من رفتم اونجا، خیلی از دوستانی که میدونن من سالهاست آقای مهدی تبریزی مهدیزاده رو میشناسم، هر وقت منو میبینن یه عده جدیدی میان هم میگن که آقا این آقای مهدیزاده هدفش از دانشگاه 26 چیه؟ چه رشته‌ای درس میده؟ این چه دانشگاهی که همه میتونن بیان توش درس بدن، همه میتونن بیان توش درس بخونن؟ یه نفر اون روز برای من به شوخی نوشته بود آقا شاید این مدرسه موش هاست. گفتم آقا مدرسه موش ها رو هم دست کم نگیر. چقدر ما میخندیدیم، چقدر از همه برنامه های جدی بهتر بود. بماند تا اونجایی که من میدونم، من به نظرم میاد که آقای مهدیزاده خیلی برنامهش وسیعه، و وقتی شما برنامه وسیع و ویگ باشه، حقیقتا خودت هم نمیدونی میخوای چیکار کنی. کلاس کامپیوتر میخوای بذاری؟ آقا شما نگاه کن، ایشون مثل یه درمانگاه تو ارتش میخواد عمل کنه، که شما میری هر مرضی داری یه 4 آسپرین بهت میدن و واقعا هم خوب میشه، چون انقدر درد داری که اون 4 آسپرین بالاخره یکم تسکینت میده. ولی آقای مهدیزاده عزیز، این روزا همه چی تخصصی شده. من چند مدت پیش بهتون گفتم ماجرای نوبت گرفتم و رفتم دکتر و فلان اینا. وقتی دکتر آمد گفت آها شما اینجای پا درد میکنه؟ گفتم بله. گفت آقا من متخصص اینجای پا هستم. گفتم آقا ما زنگ زدیم، گفتن متخصص پا. بماند دکتر رخسارم یادش بخیر نیویورک. و اما چون ما اون روز سوال کردیم اینایی که دزدی میکنن، همین وقتی یادم رفت، ترامپ دزدیه که با چراغ میاد. حالا چرا این شعر رو ساختن؟ ممنونم از این دوستمون که پیغام گذاشتن، بشنویم با هم.
ممنونم از اون دوست دیگه‌مون که ایشون هم پیغام گذاشتن. شعرها رو گوش کنید. با عرض سلام آقای سازی، اون شعر چو دزدی با چراغ آید گزیده تر دارد کالا. خیلی ممنون. کاملا درست. دلیلش هم اینه که شما اگه بری یه جای تاریک باشه هرچی دم دستت میاد میریزی توی گنی یا توی کیسه میبری، ولی اونی که با چراغ میاد میندازه، میگه این خودکارو نمیخوام، این جای عینکی نمیخوام، این کیف پولیه سربی که پول نداره نمیخوام. اونی رو که میخواد میبره، پس انتخاب میکنه. گزیده تر برد کالا اینه که ترامپ الان دزدیه که با چراغ آمده و مردم هم موندن میبینن یه نفر با چراغ آمده، باورشون نمیشه که دزد که با چراغ نمیاد، دزد با وایسه چراغ خاموش بشه شب بشه، ولی اینا بی حیا با چراغ آمده. درست میگید، مرسی، متشکرم. دوستان عزیز، آقای فرهنگ حمید رو ایشون داریم، یکی از افراد با سابقه در کار رادیو تلویزیون، مجریگری، تهیه برنامه. و بنویس آقای حمید گرامی الان کجا برنامه داری، کجایی، چه میکنی؟ اگه دوست داشتی برنامهات برای تلویزیون مردم هم بفرست، با یک خرج بسیار ناچیز از شما 50% هم تخفیف به اصطلاح پخش میکنیم برات روزانه که اینجا هم باشی. ما همیشه گفتیم تلویزیون مردم 7 بیننده داره، ولی شما اینجوری فکر کن که این 7 بیننده ویدیوهای شما رو نمیبینن، پس بیا تو چشم این 7، تو گوش این 7 هم باش. و اما ببرمتون راجب واکنش نصرالله به حملات اسرائیل، وارد جنگ شویم فلان و بیسار، اینو داشته باشید ببینیم که بله، واکنش نصرالله، همون حسن نصرالله خودمونه، حسن نصرالله به حملات اسرائیل، وارد جنگ شویم تل آویو را هم موشکباران میکنیم. خب این کسی که به این چاقیه اینقدر تو ایران دیزی خورده و چلو کباب خورده و اینها، حالا اگه موشکباران هم نکنه نخودباران و این چیزا، ولی یکی بهش بگه آخه مردک چرا اگه میخوای کاری بکنی میای میگی از قبل، برو هر غلطی میخوای انجام بده. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان به اسرائیل هشدار داد که محور مقاومت در سوریه امکان دارد که در واکنش به حملات اسرائیل ناچار به تغییر رویه شود. و اما میگه که ویدیو 8 کشتی در نیویورک لنگر بریدند. در تصاویر منتشر شده از این حادثه چند شناور لنگر بریده دیگر دیده می شوند که همراه با جریان رود از کنار کروز که زیر پل گیر کرده بود و اینها. این اتفاقات دیدم یه نفر یه عکس تاکسی رو گذاشته که تو ایران آتیش گرفته و با شور و هیجان، گفتم اینجا شما بیا تو دی سی ببین روزی چند تا ماشین آتیش میگیره، روز چند تا خونه آتیش میگیره. ما یه مقداری چیز شدیم، چی میگن، شورشو در آوردیم. عراق، تیراندازی سربازان ترکیه به معترضان دهوک را محکوم کرد. اعضای پکاکا باز هم سعی کردند در عراق کار ناپسندی انجام دهند. هواپیما و پهپادهای ما به پرواز در آمدند. و اما شکست صد در برزیل، امید برای یافتن زندگان کمرنگ شد. مسئولان شرکت واله میگویند از 252 نفر از کارکنان و پیمانکاران خود اطلاعی ندارند. این هم از این. و اما اپرای باستیل پاریس 30 سالگیش را جشن میگیرد. این باستیل همون زندان باستیل و اینا هم هست که دیگه، نه، یکی از جاهای دیدنی فرانسه هم هست، ولی باستیل و انگلستان، بله، حسن نصرالله نفسش از جای گرم بلند میشه. بله بله، میگن چون کاری انجام نخواهد داد. شما مگه این همه مدت تو ایران خورده بودی خوابیده بودی آقای اکبری، نفست از جای گرم بلند میشد. آتو نیشن چرا گذاشتم اینجا اصلا نمیدونم. ارجنت ماریا کری گفتم، اینو یوتیوب نمیدونم این چیه که گذاشتم اینجا بهتون نشون بدم. یک لحظه
صداشو ببندم. 7 تایم لاتر. آها، من تو چند تا برنامه مختلف راجع به بلیط های بخت آزمایی که اینجا بهش لاتاری میگن صحبت کردم و گفتم خود من اصلا طرفدار این بلیط ها نیستم، نمیخرم، دوستم ندارم، ولی یه برنامه نشون میده اینایی که این بلیط ها رو خریدن به چه مکافات هایی دوچار شدن. این یکی از اوناست، نایت لاین، یه برنامه، این آقا هم خیلی مجری قدیمی و اینها. خلاصه میگه که 7 تایم لاتری وینر آفر تیپس تو پاور بال وینر. میگه یه کسی که تا حالا 7 بار برنده این بلیط ها شده به شماها نصیحت هایی میکنه، روش برنده شدن یاد میده. اول از همه از این باید پرسید تو که 7 بار برنده شدی چه احتیاج داری که باز هم هی میای میخری؟ اگه یه بارش مثلا یه خانمی 310 میلیون برنده شده که گفتن اگه امروز پولا رو بخوای 140 میلیون بهت میدیم، حالا تا 140 میلیون گرفت گفتن لابد حالا یعنی با دوستش دعواش میشه. بعد میگه تا برنده میشی برو یه وکیل خوب بگیر، برو یه حسابدار خوب و یه فاینانشال ادوایزر. فاینانشال ادوایزر یعنی مشاورات مالی و اینها رو به شما بگه که مثلا پول کجا بذار، پول کجا نگذار، چه کار کن، چه کار نکن. بعد خانمه گفت من یه کارگر ساده هستم، من 25 سال تو شرکت پشم شیشه کار میکنم، فایبر گلاس، حالا باید برم بشم رئیس اینو اونو استخدام کنم، این که کار مشکلیه. بیچاره سعدی گفت همچی هر چه بامش، یا هر که بامش بیشتر، هر که بامش بیشتر برف، هر که بامش بیش برفش بیشتر، اینا رو اون موقع گفتن، ولی معلمان نتونستن به ما توضیح بدن که آقا خانم خیلی این برانور ندو، آخرش زودتر میرسی به خط پایان، ولی این خط پایان، خط پایان برنده شدن نیست، خط پایان از بین رفتن. کارگری که حقوقش نر نپرداختن اینها، این رو ببینم فیلمش رو برای اون فرستاد دوستمون، بهتون نشون میدم، پیام ایشون رو هم پخش کردیم. یه دونه پیام من نمیدونم چرا اینو گذاشتم، یه دلیلی داشته ولی اب نداره، حالا که دلیلش یادم نمیاد نمیخونم. و اما این واکنش ایران به تهدید فرانسه در صورت تهدید در روابط فلان، در روابط تجدید نظر میکنیم، جسد کودک اسپانیایی در چاه پیدا شد، پدر مادر یولن یک فرزند دیگر هم داشتن که در سن 3 سالگی به دلیل ناراحتی قلبی درگذشته است. بازم بشینید بگید که خدا عادله، یه بچه شونو به دلیل مرض قلبی کشته، این یکی دیگه هم افتاده تو چاه مرده. اینم پیام دوستمون، همشهری عزیزمون که میگه چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. جناب صوفی ارادتمندم، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. شب شما بخیر، روز شما بخیر، اینجا شب آن، درود باشه. خیلی ممنون، اوقات شما اوقات خوش. خب دوستان عزیز، امروز من 2 ساعتم قبلش برنامه داشتم کانون آوا و ساعت 3:20 است، 10 دقیقه دیگه با شما هستم و سر 90 دقیقه خداحافظی میکنم و میرم به امید دیدار که ساعت 4:45 با آقای پرویز مینوی خواهیم بود از تگزاس تا ببینیم ایشون چه خواهند گفت. و اما با سلام به شما میلگاردون، یعنی این که اون روز خوندم، وقتی کسی نظر میده فوراً، آها اون روز یادتونه گفتم این دوستمون جواب دادن ولی من نمیدونم که میتونم بخونم یا نه، بعدن برام نوشتن که من هر چیزی بفرستم، ایشون هم مثل آقای شاهین فاتحی، هر چیزی بفرستم شما میتونی بخونی نشون بدی، مگر اینکه اولش نوشته باشم اینو نشون نده، این برای خودته و الی آخر. خیلی ممنون، این روش خوبیه که ما انتشارش بدیم، ترویجش کنیم، رواجش بدیم توی فرهنگمون. کاگو جون سلام، وقتی کسی نظر میده فوراً به بیشتر دانستن رو میبرم، شاید نظرشان مرا به سوی
آنچه فراموش کرده یا ندانسته هم متوجه کند. مانند دیگران فوراً شمشیر دشنام را نمی کشم. پس از بررسی و دانستن بیشتر شاید موافقت کامل و یا موافقت نیمچه و یا مخالفت نیمچه و یا کامل ابراز کنم. هرگز صاحب نظر را کوچک نکرده و مانند دیگران به عرعر و زرزر کردن متهم نمی کنم. شما پس از پخش صدای گفتار عقل بشر پرچم تسلیم بارا بردید و گفتید دستش نباید زد و به حال خود زبان را باید رها نمود. مخالفت من این است: تغییر زبان مانند همه چیز حتمی است. چرا این تغییر را با برنامه و پژوهش به طور صحیح پیش نبریم؟ کاملا درست میگه اینجا. منتظر شنیدن نظرات شما و بینندگان هستم. شاد و موفق و تندرست باش. دنیا سر تا پاش بی ارزش. خیلی ممنون. ببینید، من وقتی گفتم دست نزنیم بهش، منظورم اینه. همین الان که شما داری شروع میکنی میگی مثلا اینجا من میگذارشم، یعنی گزارش میدهم، این چیزها رو برای خود شما مشکله. وقتی کسی یه چیزی برای خودش مشکله، این دوستمون دیدی الان پیغام که گذاشته بود بنده خدا میخواد خداحافظی کنه، نمیدونه حالا این سوربیه بگه آقا من السلام خدا حافظ برادر اخی، یا بگه به امید دیدار، میخواد بگه بدرود، یادش رفته میگه درود. من دارم اینو میگم، شما اگه میخوان یک کاری رو رواج بدین در اجتماع با برنامه، اولین برنامه اینه که خودتون به اصطلاح اون کار رو با مهارت کامل انجام بدین. این هومر آبرامیان الان دیگه کاملا دیوونه شده، از بس اینجوری حرف زده دیگه کسی نمیفهمه چی میگه. یعنی هومر آبرامیان با شما فارسی حرف میزنه، شما یه مترجم فارسی به فارسی لازم داری. من میگم این بلا سر شما نیاد. ولی عوض کردن زبان امکان پذیره با برنامه، با یه روشی. بعد یه مسئولیتی داشته باشی، مسئول سازمانی به نام مثلا قسمتی به نام آموزش پرورش باشین، یاد بدیم. آقا ما هممون میگفتیم الف ب، گفتن الف ب غلطه، این آ این ب هست. و دیدیم درست میگن. ما کجا به الف مینوسیم؟ یه خط نمیگیم الف، که میگیم آ یا میگیم ا یا میگیم او. خلاصه من میگم باید با روش، با برنامه باشه. ولی این که شما وقتی صحبت میکنی اینو بگی، آقا فرخ بگی چرا ایشون اینجوری حرف میزنه، اون یکی دیگه بگی آقا این جمله خرابه، این فعل خرابه، اون وقت شما باید بیای بگی که این اتفاقا این فعل و فاعل و مفعولی که من میگم درسته. در اصل باز هم منتظر نوشته ها و گفته های شما خواهیم بود. ممنون و متشکرم. یادداشت سعید زیبا کلام، خطاب به مسئولان یا مسئولین، میگن چرا زیبا کلام میتونه به این آزادی در ایران صحبت کنه، هیچ کس هم کاری به کارش نداره، اینها هم مثل اون شاعرهای دیگه سوپاپ های اطمینان آخونده شدن و هر کسی به آخونده بگه آقا حقوق بشر نیست، آزادی نیست، دارم میگه آقا بیا نگاه کن، میشینن اینجا 400 نفر شیرینی و مهمونی و ببین چی کار میکنن، فوش میدن به ما، نمیدونم شعر میگن فلان، اینها نمیدونم، والا من نمیدونم تو ایران چه خبر. سید زیبا کلام استاد اصولگرای دانشگاه. حالا وقتی میگید اینجا اصولگرا، یعنی این جزء تندروا هست، هاردلاینره، داخل ما یه اصلاح طلب داریم، یه اصولگرا. من نمیدونم. در یادداشتی با عنوان سرگشاده به مقامات عالی مقام نظام تأکید کرد مپندارید که توفیقات و دستاوردهای ارزشمند کم یا زیاد امنیتی، تسهیلاتی، نظامی، صنعتی، کشاورزی و پژوهشی میتواند جای رضایتمندی و مقبولیت عامه مردم را بگیرد. به گزارش انصاف نیوز، متن کامل این نامه که در کانال تلگرامی آقای زیبا کلام منتشر شده در پی می آید. سرگشاده به مقامات عالی مقام نظام، ودا با عدالت. سلام بر مقامات عالی مقام نظام و با آرزوی توفیقات الهی برای خدمت به ملت ایران و عاقبت به خیری. بایسته می دانم در این ایام فرخنده که به 40 سالگی گام اول انقلاب رسیده ایم،
گام اول انقلاب اسلامی رسیده ایم، نکاتی چند را از باب وظیفه وطن دوستی و ادای دین به آرمانهای انقلاب تذکر بدهم. یعنی چی؟ یعنی ایشون به انقلاب باور داره، حالا برای آرمانهای انقلاب هم، تازه این ناراحته که اینا دارن آرمانهای انقلاب رو به کجراهه میبرن، پس به همین دلیل اون بالا نوشته اصولگرا. و اما مقامات عالی مقام، روشن است که عدالتی که از محوری ترین و مبنایی ترین شعارهای انقلاب بوده است، فلزا لازم است سوال کنیم پس از برداشتن گام اول انقلاب در سال 1357 چه اقدامی در این 40 سال برای توزیع هرچه عادلانه تر ثروت و قدرت و هم نیز اطلاعات صورت گرفته است. جا دارد بیش از این که برای پاسخ متوسل تجربه عموم مردم شویم، از خودمان سوال کنیم. آقا این نامه‌های سرگشاده بیشتر از آدم‌های تگشاده میاد، خیلی جدی نگیرین. و اما ببینیم چه خواهد شد. یکی از نزدیکترین همکارهای دونالد ترامپ بازداشت شد که بعد از 2-3 ساعت آزادش کردن با $250,000 وثیقه. و این آقای راجر استون، اون روز هم روز جمعه در برنامه گفتم، این آقا آدم نامتعادلیه. این از دوره نیکسون تالا تو کاخ سفید و این ور اون ور رفت آمد داره و هیچ وقت هیچ پخی نشده، یعنی حقیقتا پخه، هیچ مالی نشده و این ور اون ور کلای اینو ور میداره. تو آمریکا میگن از پیت قرض کن به پال پرداخت کن، و خودمون هم میگیم کلای اینو ور میداره سر اون یکی میذاره. اینها این آمد و ترامپ رو علم کرد و هی به ترامپ گفت آقا تو دمت مثل طاووس، سرت مثل خر، بیا رئیس جمهور بشه. اون احمق هم رفت و شد و خودشو انداخت توی این چاه که حالا ممکنه هرچی هم که داره و نداره از دست بده. این آقا رو گرفتن چون اینم مثل ترامپ دهان گشادی داره و چپ و راست حرف میزد که من با اون کیه مال ویکیلیک، آسانج نه هم چیز، با اون در تماسم و این و این، الان به غلط کردن افتاده. میگه من هم چیز نگفتم، هی گفته های خودش براش پخش میکنن. خلاصه فعلا از زندان بیرونه. این ششمین نفر از نزدیکان یا از یاران قار ترامپ که تا امروز دستگیر شده. افراد زیادی در لیست هستن و همشون هم خودشون میدونن که به همین زودی آقای مولر در میزنه و اینا میگن Who is it؟ میگه در رو باز کن تا ببینیم. این قیافه پلید این مردک رو که تا چند سال پیش اصلا کچل بود، حالا رفته یه موی کاشته، فکر میکنه خیلی هم خوشتیپ شده با این موی که کاشته. آخ بعضی از دوستان ایرانی هم مو میکارن، مثل که مثلا طرف میگه اگه بخوای فول بکاری $5,000، اگه بخوای این جلوشو بکاری $2,000، اون وسطش اینقدر، طرف همون 4 تا نخ اون جلو میکاره. چون اینم پول داده دیگه دلش نمیاد کوتاش کنه. و این موها آخ حتما شما هم دیدین. بیا CNN ببینیم چی میگه. We have some major breaking news in the Mueller investigation. Let's get right to it. Sarah Murray now joining us by phone. Sarah, tell us exactly what just happened. We are learning that Roger Stone, who is President Trump's longtime political advisor, was arrested at his home in Fort Lauderdale this morning. He has been indicted. This has now been confirmed both by Roger Stone's attorney بله. as well as the Secretary of State. اینه دیگه شما میدونید، راجر استون در آن واحد قبل از طلوع صبح رفتن هم نیویورک خونه داره هم فلوریدا. اینا هم وقتی میان آقا اگه مثلا میخوان سوربیرم بگیرن، میدونن آقا یه پیرمردیه، 20 تا پلیس از این ور میاد، 20 تا FBI از اون ور میاد، بعد به پلیسای محلم خبر میدن که ما داریم میاد که اونا نیان اینا رو شوت کنن. خلاصه میریزن اینا داد بیداد. بعد طرف با سگش اومده درو باز کرده، میگه بله، میگن میخوام بگیریم. خب گرفتن بردنش، $250,000 گذاشته آزاد فعلا تا ببینیم بعد چه خواهد شد. و این از اوناییه که قول داده که چیز نکنه، به اصطلاح وا نده، به قول دوستمون گفت وا بده، این قول داده وا نده. 90 دقیقه با سوربی تموم شد، یکی دو دقیقه دیر شروع کردم، یکی دو دقیقه دیرتر میرم. میگه فارین پالیسی گفت قاسم سلیمانی عروسک
گردان مرگبار در فهرست 100 اندیشمند برتر. ظاهرا روسیه به هنگام حمله اسرائیل به سوریه سامانه موشکی S-300 را فعال نمی کنند. یعنی ببینید که خود روسیه هم با این سوریه فکر نکنه که خیلی طرفدارش. اتفاقا دیدم عکسایی بود که همسر این بشار اسد رفته بود از مجروحان دیدن کنه و یکی نیست بهش بگی خب خانم انقدر شوهرت میزنه اینها رو داغون میکنه، به جای دیدار از اینا از اون بر درست کنید. کار روزگار و دنیا بسیار خرابه. امیدوارم شما بتونی به ما بگی چه باید کرد. دوستان عزیز، برنامه من اینجا تموم میشه. تقریبا یک ساعت و ربع، ساعت 3:45 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود با آقای پرویز مینویی از هیوستون تگزاس. روز روزگار بر شما خوش و خوشحال میشیم نظراتتون رو بدونیم. پیام بذارید، پیامتون رو پخش میکنیم، تکست ارسال کنید، ایمیل بفرستید. از دوستانی که درباره اون سوالاتی که ما داشتیم پیغام گذاشتن و گفتن چه دزدی با چراغایت گزیده تر برد کالا، ممنون و متشکرم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. مرسی.